البته ممکنه همه رو نیازموده باشیم، ولی حرف دکتر رو دارم نقل میکنم. همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. سر خون خواب و شادم ز هزار خون چشیدم. خون در اصطلاحات ارباب اشارت به معنی همین مشایخ است در دیکشنری هایی که اینها در باب اصطلاحات ارباب اشارت می نوشتن. سر خون پا گشادم ز هزار خون چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد، که سمنبری لطیفی چو تو در برم نیامد. باز این میشه خود شمس. شما باید توجه داشته باشید که عرفان مولوی خلاف عرفان حافظ خیلی استریت فوروارد خواهد بود و هیچ معنای دیگری به خودش نمیگیره الا همون عرفان عاشقانه الهی. او شعر حافظه که معانی گوناگون به خودش ور میداره. پس این سمنبری لطیفی یعنی همون برخوردی که با شمس کرده. زپیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، و این وظیفه مرید هست که وقتی که به اون شیخ برخورد میکنه از خواسته های خودش باید دست برداره و هرچی که اون میگه عمل بکنه. زپیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، چه مراد ماند زان پس که میسرم نیامد. یک طرف این ابیات کاریست که کرده، یک طرفش اون نتیجه است که بعد در روح مولانا حاصل شده. دو سه روز شاهیت را چو شدم غلام و چاکر. خوبی اصطلاح شاه رو اینا برای مشایخ به کار می بردن، شاه نعمت الله ولی و غلام و چاکر یعنی همون دیسایپل، یعنی خود همون مرید. به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد. این وقتیست که خود مولوی میشه باز دوباره به اصطلاح یک انسان کامل. خردم به گفت برپر ز مسافران گردون، چه شکست پا نشستی که مسافرم نیامد. و عرفان مولانا فی الواقع پرواز از این عالم هست. حالا خواهید دید در همین غزلیات منعکسه که ایشان خیلی نظر خوبی نسبت اصلا به این عالمی که ما زندگی میکنیم هم نداره مولوی. چو پرید سوی بامت ز تنم کبوتر دل، به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد. و در اثر خب این جدایی بوده از شمس که نهایتاً این اکچوالایزشن در مولوی اتفاق افتاده. چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان، چه همای ماند و عنقا که برابرم نیامد. باز مصرع دومش نتیجه است که در روح مولوی حاصل شده. برو ای تن پریشان تو و آن دل پشیمان، که زهر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد. این مسئله رستن و رهایی باز ما غزل خواهیم داشت که من همه رو باید جمع بکنم، و در مثنوی هم البته هست که این ایمانسیپیشن و این رستن و رهایی چه جور پدیده است. خب از اینجا که از این غزل مقدماتی که بگذریم، ما بقیه اینها به استثنای مثلا یکی دو تاش در تمام این غزلیات کوچیک راجب غم و شادی مطالبی هست که دستبندی امروز من هست. پس اون 959 که غزل بعدیمون هست، اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد،
نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد. این مسئله اگر اینجا مهمه و غم دنیا، چون غم دنیا در بردارنده همه غمهایی است که همه ما داریم، از هم اگرش مهمه هم غم دنیا. و اون مصرع دوم نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد نتیجه اون اگر، یعنی اگر او اتفاق بیفت و دل رو آزاد بکنی البته اون نتیجه رو داره. اگر به آب ریاضت برابری غسلی، ریاضت یعنی همین استیک اکسرسایز، یعنی کارهایی که مرید صوفی باید میکرده در برابر دستورات شیخ، او مثل یک آبیست، ریاضت از کلمه رایز میاد در عربی. عرب به کسی که اسب وحشی رو تربیت میکرده میگفته رایز. علتی که ریاضیات هم مشکله یا اسم ریاضیات و ریاضیات گذاشتن باز به همون دلیل. و این کلمه غسل به معنی این که ابروشن رو پاک بکنیم تا با آب استیک اکسرسایز. همه کدورت دل را صفا توانی کرد. و مسئله صفای آینه دل خب بحث اکچوالایزیشن صوفیانه هست که یا ماشاءالله در مثنوی و در همه دیوان ما داریم. پس یک طرفش ریاضت هست، یک طرفش اینه که پالش آفدار.